سلام به همه شما همراهان همیشگی. شیرین شمس هستم با برنامه دیگه ای از سری برنامه های انقلاب زنانه. در این برنامه میپردازیم به حکم اعدام یک زن به دلیل رابطه خارج از ازدواج و ضرورت اعتراض به اون برای لغو فوری این حکم شنیع، این قتل عمد حکومتی. همچنین میپردازیم به گسترش بیهجابی سراسری و تاریخ مراسم یادبود آرمیتا گراوند که توسط نیروهای امنیتی به یک فشار مضاعف برای خانواده داغدارش تبدیل شده. همراه باشید در این برنامه با شماره تلفن 2046-739-68-14-38 در تلگرام و واتساپ برای درخواست عضویت و فعالیت، پیشنهاد موضوع و ارسال گزارشات تصویری و صوتی با انقلاب زنانه در ارتباط باشید. پاشو بیا بیرون سر تو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، پاشو بیا بیرون شهر تو بس بگیر، اختیار فردا تو دست بگیر، پاشو بیا بیرون دیروز رو بل کن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. در ابتدا میپردازیم به چند رویداد. به شبکه اکس نگاهی میاندازیم. تصویر حسی حسین پناهی رو میبینید از فعالان انقلاب زن زندگی آزادی، دانش آموز معترضی که 6 ماه در کما بود. بعد از 1 سال تحمل فشار و تهدید نهایتاً به همراه خانوادش مجبور به ترک ایران میشن. این دانش آموز فعال که اهل دهگلان استان کردستان سال گذشته به خاطر پخش تراکت و لو دادن او توسط رئیس یک بانک بعد از اینکه ماموران او را در مدرسه‌اش بازجویی کردند، گفته شده هنگام برگشت از مدرسه خودش را از سرویس مدرسه به بیرون پرت میکنه و به کما میره و بعد از 6 ماه از کما در میاد. مادرش در یک مصاحبه گفته معلوم نیست چه بلایی سر دخترم آوردن در مدرسه که خودش رو از سرویس پرت میکنه بیرون. همچنین خانواده حسی حسین پناهی گفتن روند درمان دخترشون در ایران به جایی نرسید و به دنبال ادامه درمان او از ایران خارج شدن. خانواده حسی فشارهای روانی بسیار زیادی رو از طرف جمهوری اسلامی متحمل شده و وادار شده بودند که هستی رو عضو بهزیستی کنند. اما خبر دیگری که اینجا با هم نگاهی خواهیم انداخت مربوط میشه به حکم 6 ماه حبس برای آتکه رجبی از فعالان جنبش معلمان و حامیان انقلاب زن زندگی آزادی که به دلیل برداشتن حجاب از آموزش و پرورش اخراج میشه. او از سوی شعبه 35 دادگاه تجدید نظر خراسان گفته شده که به این حکم محکوم شده. گفتنی 2 ماه از این حکم تعزیری و 4 ماه اون به مدت 5 سال تعلیقی هستش. معلومه که این حکم رد و محکوم. واقعا باید درود فرستاد به این معلمان مبارز که سرخم نمی کنن. اما در مورد نرگس محمدی هم باید گفت که وضعیت بسیار وخیمی داره و باید فوراً تحت درمان پزشکی تخصصی قرار بگیره. نرگس محمدی زندانی سیاسی روز دوشنبه 8 آبان برای 2 بار علارغم وضعیت وخیم بیماری قلبی با وجود گرفتگی 50% دو رگ قلب به دلیل سر نکردن روسری از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم و به بیمارستان اعزام نمیشه. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی دوشنبه اعلام کرد که او برای اعزام به بیمارستان و انجام سی تی اسکن ریه و اکو قلب به دفتر زندان اوین فرا خونده شده که اجازه خروج به او داده نشده و گزارش ها حاکی از اینه که این زندانی سیاسی و تعدادی از همبندیهاش روز 7 و 8 آبان در حیات زندان به نشانه اعتراض ایستاده بودند که نرگس به بیمارستان
اعزام بشه. مسئولان زندان اوین قبلا روز 22 مهر هم از اعزام او به بیمارستان به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری جلوگیری کردند. تقی رحمانی گفته همسرش مشکلی با اعزام شدن به بیمارستان نداره ولی حاضر نیست به حجاب اجباری تن بده. این مسئله بسیار خطرناکه چون مسئولان زندان به خاطر حجاب اجباری با جان آدم‌ها بازی می‌کنن. آخرین موضع‌گیری در واقع در رابطه با جنگ هم از طرف فعالین باز هم برمیگرده به موضع‌گیری نرگس محمدی که گفته خواهان پایان جنگ هستم. واقعیت این است که جنگ و استبداد دو روی یک سکند، هر دو ویرانگر انسانیتند و انسان میکشند. اما برمیگردیم به بقیه خبرها. اینجا مواردی رو در اینستاگرام مورد در واقع بررسی قرار میدیم. به اینستاگرام انقلاب زنانه میریم، تصویر یک زن شجاع و جسور رو میبینید، سپیده رشنو که به 4 سال حبس به قول خودش برای ابتدایی ترین حقوق انسانی محکوم شده. سپیده رشنو نویسنده است، مخالف حجاب اجباریه، از سوی دادگاه به 6 ماه حبس تعزیری، 10 میلیون تومان جزای نقدی، ممنوعیت از حضور اینستاگرام به مدت 1 سال و حذف دائمی صفحه اینستاگرام فعلی خودش محکوم شده. سپید رشنو در پرونده دوم خود به تبلیغ علیه نظام و اتهام واهی تشویق به فساد و فحشا متهم شده بود. لازم به ذکر که محکومیت فعلی حکم پرونده اول او که به 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شده بود را از حالت تعلیق خارج میکنه، یعنی در مجموع او به 4 سال و 1 ماه حبس محکوم شده. سپید رشنو با اعلام خبر محکومیت خودش در اینستاگرام نوشته چرا؟ چون ابتدایی ترین حقوق انسانیش را میخواهد. اما در مورد خانواده آرمیتا همچنان فشارها ادامه داره. خانواده آرمیتا گراوند به شدت تحت فشارن تا مراسم 7 دخترشون رو به روز دیگه‌ای تغییر بدن. طبق گزارشات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده آرمیتا گراوند رو تحت فشار گذاشتن تا زمان مراسم 7 دخترشون رو تغییر بدن. قرار بوده که پنجشنبه 11 آبان 1402 برگزار بشه، اما اونها اصرار کردند که نه، باید 4 شنبه برگزار بشه، با ارائه این دلیل که احتمال شلوغ شدن در روز 5 شنبه زیاده و مراسم رو باید 4 شنبه برگزار کنید که خلوت باشه. تا به الان خبری از برگزاری مراسم هم حتی منعکس نشده. اما خانواده آرمیتا در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کردند و راضی به این نبودند و از این فشار به شدت ناراحت بودند. اینجا جا داره که بریم سراغ گفتگوهایی که با یه تعدادی از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی، فعالین حقوق زنان، دانش آموزان فعال در انقلاب زن زندگی آزادی داشتیم. در ابتدا توجه شما رو جلب میکنم به گفتگویی که با فریبا داشتیم، یکی از فعالان پرشور انقلاب زن زندگی آزادی. و در همین رابطه پرسیدیم در رابطه با فشار روی خانواده آرمیتا و اینکه چگونه میشه با این خانواده همراهی کرد و چگونه میشه در شهرهای مختلف به یاد آرمیتا گراوند بود و به قتل حکومتی علیه او اعتراض کرد. سلام، عصرتون بخیر. با توجه به این اتفاقایی که برای خانواده‌های داغدار و دادخواه به وجود میاد، خب جامعه خیلی میتونه کمک کننده باشه، اینکه فشار رو کمتر کنه، سعی کنه صدای اونا باشه، سعی کنه مراسمات کوچیکی رو بگیره و خاطر نشان کنه به جمهوری اسلامی که هر کدوم از ما رو داره از بین میبره یا به قتل میرسونه، کنارش آدمای دیگه، جوانهای دیگه تشکیل میشه. و فهم کنم اگر بتونیم مراسمات کوچیکی رو، هر چقدر کوچیکی رو ایجاد کنیم، برای خودمون شمع روشن کنیم، تراکت بزنیم، پرچم بزنیم، یا حتی عنوان کردن توی شبکه‌های اجتماعیمون همش در موردش صحبت کنیم، بازگو کنیم و به همه یادآوری کنیم این فاجعه که اتفاق افتادن، خب کمک زیادی میشه بکنیم به نگه داشتن نام افراد. مراسم 7 یا 40 جمهوری اسلامی خودش آماده کرده برای مراسم و سالگرد. همین که تو خیابون هر روز من خودم به شخص وقتی میرم سر کار یا برمیگردم تو مترو، تو اتوبوس، سر چهارراه، همین که هیچ کدومون
روسری سرمون نمی کنیم، وقتی همدیگر رو میبینیم برای همدیگه هنوز علامت پیروزی نشون میدیم، هنوز به همدیگه لبخند میزنیم، یعنی که انقلاب ادامه داره، تو بطن جامعه است، تو قلب تمام ما خانوم هست و این یکی نمیتونه هست شه. ولی میتونیم اون روز رو با یه نمادی از آرمیت ها اعتراض کنیم. مردم توی اکثر شهر رو دارن اعتراضات رو میکنن، اعتراضات حتما نیست که برن وسط شهر شعار بدن. همین که من خودم وارد بانک میشم رو سعی مسرم نمیکنم، یعنی دارم اعتراض میکنم. همین که هنوز پلاکارتای رو دارم میزنیم کنار خیابون، هنوز تراکت داریم پخش میکنیم تو خیابون، هنوز من تو خیابون میبینم که دیوارا روز بعد رنگش عوض شده، یعنی که اعتراضات وجود داره. عوض شدن رنگ دیوار، من میگم دیوار نویسی خیلی خوبه، خیلی خوبه، به خاطر اینکه حتی اگر اینا پاکش میکنن، عوض شدن رنگ دیوار لبخندی رو میاره، چون هر کی از اونجا رد میشه میدونه که اینجا دوباره یه شعار نمیشه، پس امید پیدا میکنه که هنوز انقلاب زنده است و این زنده بودن انقلاب میتونه امید بخش باشه. به نظرم دیوار نویسی خیلی بهتر از بنر و اینا جواب میده یا برچسب روی دیوار جواب میده، چون مجبورن رنگ کنن و این رنگ کردن دوباره دیوار خودش نشان دهنده مرگ بر خامنه ایه. از استان خراسان، یکی از شهرهای استان خراسان، یکی از فعالان پرشور انقلاب زن، زندگی آزادی، که در آخر گفتگویی که با انقلاب زنانه داشت تأکید میکنه روی شعار نویسی. حالا از استان خراسان میریم به اصفهان و ببینیم همراهان انقلاب زنانه در اصفهان چه کردند. آنچه که آرمیتا گراوند در استوری خودش نوشته بود رو روی دیوار نوشتن تا نام و یاد این دختر شجاع و انقلابی رو زنده نگه دارند. بعد ما بارون میباره از شاسانی، پر میشه این خونه از رقص و و اما گفتگوی دیگه‌ای داشتیم در انقلاب زنانه با یک فعال حقوق زن که خودش قبلا هم زندانی سیاسی بوده. پیامی داره برای خانواده ها، به طور ویژه برای خانواده آرمیتا گراوند که نیروهای امنیتی نمیذارن مراسم یاد بوده دخترشون رو بگیرن. اول که من به خانواده آرمیتای عزیزم تسلیت میگم، اصلا دوست ندارم بگم بینمون نیست، این بچه ها همیشه یادشون تو قلب تک تکمون میمونه و تاریخی میشه اسمشون. خب این، ولی موضوع دیگه این که من میخوام، چون تو شرایط خانواده آرمیتا بودم، شرایط مشابه خانواده من هم داشتن، ولی من چیزی که میگم، من توی زندان هم که بودم به خانواده‌ام میگفتم که دروغای اینا رو باور نکنین، تهدیدای اینا رو باور نکنین، شما اینا رو به زانو در میارید. من خواهشم اینه که ببینید، آرمیتا یه دخترشون ضعیف 10 ساله‌ای که از حق خودش دفاع کرد، قطعا توقع داره که خانواده هم پشت سرش باشن و از حقش دفاع کنن. مادر این بچه تو بدترین شرایط که باید بالا سر این بچه می بود نبود، توی بازداشتگاه بود، آزاردهنده هست. ما هم اشک ریختیم با این داستان، اما به نظرم میشه بزرگترین درس رو از خود آرمیتا یاد گرفت و آموخت که آرمیتا برای خواستش جنگید. پس بنابراین من به عنوان خانواده باید برای اینکه صدای دخترمو به گوش جهان برسونم و بدونن چه جنایتی داره توی ایران صورت میگیره، نباید سکوت کنم. چی کار میخوام بکنم؟ بازداشت یا زندان؟ تهدید؟ بچه منو گرفتین، از جون بچه من با ارزشتر چیه؟ کاری که دارن با تمام خانواده‌های دادخواه دارن میکنن. من افتخار میکنم به آرمیتا، با تمام وجود میگم ای کاش کنار آرمیتا میبودم، ولی حیف این بچه نیستش. ولی اجازه هم نمیدم کسی بخواد خونه بچه منو پایمال کنه. نباید در موردش سکوت کرد،
تهدیدهای جمهوری اسلامی تا یه جایی هست، اگر بدونن که شما قوی و مقاوم هستین تا یه جایی تهدیدت میکنن، دیگه نمیتونن. وقتی صدای آرمیتا، وقتی این اتفاق دردناکی که براش افتاد و جهانیان بشنوند، دیگه سکوته چی میخواییم بکنیم؟ چرا باید بذاریم خونه این بچه پایمال شه؟ خانواده آرمیتا اینه که سکوت نکنید. و چیز دیگه ای که دارم برای خانواده آرمیتا، این که ما هم به عنوان زنهای ایرانی در کنار شما هستیم. ما همون چیزی که از دستمون بر بیاد و داریم انجام میدیم، نمیذاریم اسم این بچه گمنام بمونه. همون جور که کل جهان شنید اسم آرمیتا رو، همون جور دوستانش خانوادهش رو نباید تنها بذارن. میدونم فشار روی بچه های مدرسه ای که آرمیتا هم میرفت زیاده، ولی ما تا آخرین لحظه هستیم در کنارتون و هر اون چیزی که در توانمونه رو، هر خلاقیتی که داریم توی این راه داریم از خودمون نشون میدیم. بخشی از گفتگویی بود که در انقلاب زنانه با یک فعال حقوق زن و زندانی سیاسی سابق در تهران داشتیم که پیامش رو شنیدید، که از طریق این برنامه به خانواده داغدار آرمیتا گراوند رسوندیم. اما خبرنگاران روزنامه اعتماد به مدرسه یا هنرستانی که آرمیتا در اون درس میخونده رفتند روز خاکسپاری آرمیتا گراوند و در یک گزارشی نوشتند که در کوچه‌ای که یا خیابانی که هنرستان آرمیتا گراوند واقع شده، اورژانس حضور داشته به خاطر اینکه بچه‌ها، همکلاسی‌هاش، دوستانش انقدر گریه کرده بودند که حالشون بد شده بوده و مسئولان مدرسه مرتب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران میگفتن که مدرسه رو ترک کنید، اوضاع اصلا خوب نیست. در این گزارشی که روزنامه اعتماد تهیه کرده نوشته که یکی از دانش آموزان که خودش رو همکلاسی آرمیتا معرفی کرده، مدام اشکاش رو پاک می‌کرده و با چند جمله کوتاه پاسخ هر پرسشی رو می‌داده. گفته شما فکر می‌کنید چه اتفاقی اون روز رخ داد؟ جواب داده همون که همه می‌دونیم و شنیدیم دیگه. این هم پاسخ همکلاسی‌ها، هم مدرسه‌ای‌ها و دوستان آرمیتا بوده. اما این رو هم بگم که دانش آموزان مدرسه دخترانه منیران در منطقه دانشجو در شهر مشهد روز خاکسپاری آرمیتا گراوند اعتراض خودشون رو اینجوری نشون دادن که سر صف به جای تکرار شعار بلنگو یک صدا شعار میدادن توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه. در همین رابطه با یکی از دانش آموزان از فعالان انقلاب زن زندگی آزادی در تهران گفتگویی داشتیم و ازش خواستیم که تأثیرات این نوع اعتراض رو در مدارس برای ما توضیح بده و اینکه چقدر مهمه که دانش آموزان از هر فرصتی استفاده بکنن برای قتل حکومتی آرمیتا گراوند. بشنویم. سلام، وقت بخیر خدمت فعالین انقلاب زن زندگی آزادی. همونطور که همون میدونیم، جمهوری اسلامی یک قتل دیگه و یک جنایت دیگه انجام داد و آرمیتا گراوند عزیز رو از هممون گرفت و کل مردم ایران رو داغدار کرد و این قتل فقط برای چند تارمو و برای این بود که آرمیتا عزیز حاضر نبود به حجاب اجباری تن بده. ولی که در روز خاکسپاری دیدیم که در مدارسی مختلفی از جمله یکی از مدارس دخترانه در مشهد شعارهای ضد حکومت سر دادن، چرا که آرمیتا یک نفر نیست، آرمیتا تنها نیست، بلکه تمام دختران و پسران در مدارس و دانشگاه و سطح شهر، همه جا یک آرمیتا هستند که معترضند به حجاب اجباری، که معترضند به ضایع شدن حقشون و غیره. این شورده یا اهمیت بسیار زیادی داره، چرا که نشان دهنده روحیه انقلابی بچه هاست و نشون میده که جمهوری اسلامی هرگز نتونسته با تهدید و فشار و دوربین و آوردن آخونده و افراد حکومتی داخل مدارس روحیه بچه ها رو از بین ببره و بچه ها و نسل جوان هیچ ترسی از جمهوری اسلامی ندارن. همونطور که دیدیم وقتی که آرمیتا گرامند به قتل رسید، بچه‌ها در مدارس شعار سر دادن. همونطور که ویدیو و فیلم ها به دست ما میرسه، میبینیم که دانش آموزا هرگز به حجاب اجباری تن نمیدن، مقنظرشون نمیکنن و هر گونه که دوست دارن رفتار میکنن، چرا که آزادی حق همه ماست، آزادی حق جوان ایرانه و جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه این حق رو از ما بگیره.
و ما تا روزی که جمهوری اسلامی سرپا باشه، تا روزی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، این شعارها رو سر میدیم، حقمون رو فریاد میزنیم و انقلاب زن، زندگی، آزادی رو پیش میبریم. بله، همونطور که ملاحظه کردید، گفتگو با فعالان انقلاب زن، زندگی، آزادی، با فعالین جنبش زنان صورت گرفته و بخشی از این گفتگوها در این برنامه منعکس شده. شما هم میتونید نظر خودتون رو بگید. اگر راهکارهایی دارید برای اعتراض کردن، حتما به دست ما برسونید که ما با بقیه همراهان انقلاب زنان به اشتراک بگذاریم. اگر شما هم پیامی دارید برای خانواده داغدار آرمیتا گراوند، حتما به دست ما برسونید. همونطور که دیدی، تأکید روی شعار نویسی ها شده و دیگر اقدامات اعتراضی. اگر امکانش رو دارید، حتما با گروه، با جمعتون این حرکت ها رو انجام بدید و به باز تولید فضای انقلابی و اعتراضی کمک کنید و تأثیر گذار باشید. اما میخوایم در رابطه با یک خبر بسیار تکان دهنده اینجا صحبت بکنیم. بر اساس گزارشات رسانه ها در ایران، یه زن جوان به نام میترا به علت رابطه خارج از ازدواج به اعدام و مردی به نام خسرو به دلیل این رابطه به شلاق محکوم شدن. گفته شده شوهر این زن پس از کار گذاشتن دوربین مداربسته در خانه ازش شکایت میکنه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم چنین حکم شنیعی رو صادر میکنه که این دو احکام رو وقتی کنار هم میذاریم حتی قابل مقایسه هم نیستن. اول از همه باید بگیم که قتل عمد حکومتی تحت عنوان اعدام کاملا محکومه، همچنین شلاق زدن محکومه. هیچ کدوم از این مجازات ها در دنیای امروز جایی نداره و باید اعلام بکنیم که روابط جنسی روابط بسیار شخصی هستن و انسان ها خودشون تصمیم میگیرن که چه رابطه ای داشته باشن. اول تأکید کنیم که صدور حکم اعدام برای زن شوهرداری که خارج از ازدواج رابطه جنسی دلخواه و بدون اجبار داره، تنها و تنها در حکومت های زنکش و آدمکشی مثل جمهوری اسلامی رخ میده. همه ما میدونیم دستگاه قضایی این حکومت بر پایه قوانین ضد زنه که قتل عمد و گرفتن جان یک زن رو به واسطه اعدام برای خودش مجاز میدونه و در دستور گذاشته. یه زن که به میل خودش رابطه جنسی به غیر از شوهر خودش داشته، اما چون طبق قانون زن مایملک شوهر محسوب میشه و شوهر طبق قانون حتی مجوز تجاوز به همسرش رو داره، این حق رو دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شوهر میده که در حریم خصوصی همسرش تجاوز بکنه و با شکایت از او مجازات مرگ رو براش فراهم کنه. همون شوهری که جمهوری اسلامی، قانون جمهوری اسلامی مجاز دونسته که 4 تا عقدی داشته باشه و ده‌ها و ده‌ها صیغه‌ای برای خودش ترتیب بده و خودش رو در لذت جنسی غرق بکنه. تو همین رابطه کثیف ازدواج اسلامی زن برای طلاق گرفتن هم حقی نداره، چرا که با فرمان اسلام و قوانین اسلامی یک برده جنسیه، یک خدمات رسان خانگیه، یک دستگاه تولید مثل همونی که خامنه‌ای بارها بارها بهش تاکید کرده. واقعیت اینه که حکومت اسلامی در حال چرخوندن چرخه هولناک زنکشیه. یک روز آرمیتا، یک روز دیگه میترا، زنایی که از قوانین فوق ارتجایی و اسلامی رد میشن و مورد انتقام این حکومت قرار میگیرن. فساد و کثافت همه ما میدونیم که سر تا پای جمهوری اسلامی رو گرفته. حکومتیه که تجاوز جزئی از ویژگی هاشه، از تجاوز سعید طوسی به پسر بچه ها گرفته تا تجاوز جنسی به زنان و معترضین در زندان ها تا حمایت از تجاوزهای جنسی در سطح جامعه، همیشه سعی کرده زنان رو فرودست و کالای جنسی نگه داره. همونطور که دیدیم هفته پیش هم کیوان امامبردی که به ده ها زن تجاوز کرده بود رو از افساد فلعرض تبرئه کردن، گرچه که ما اون موقع هم اعلام کردیم با اعدامش مخالفیم و رد میکنیم. در موارد بسیاری دستگاه قضایی
متهمین به قتل‌های ناموسی رو با مجازات‌های خفیف به حال خودشون رها می‌کنه. ده‌ها مورد دیگه میشه مثال زد که چگونه زن ستیزی و زنکشی در مغز استخون این حکومت و با وجود انقلاب زن زندگی آزادی و زنانی که قفس‌ها رو میشکنن، توحش خودش رو نسبت به زنان بیشتر میکنه و به اشکال مختلف میخواد از زنان انتقام بگیره. همونطور که گفتیم این حکومت باید نابود بشه که زنان در ایران آزاد و رها بشن، که جامعه ایران آزاد و رها بشه. اما تا اون زمانی که نابودی رو با دستهای خودمون رقم بزنیم، باید به هر جنایت جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم. اینجا جا داره که به اشکال مختلف از فعالین جنبش زنان گرفته تا جنبش های دیگه به این حکم شنی، حکم اعدام این زن به نام میترا که رابطه خارج از ازدواج داشته، اعتراض بکنیم. اعتراض به قتل عمد حکومتی. همراهان گرامی، اینجا میخوام به بیانیه مشترک جمعی از فعالین در محکومیت ممنوع الکاری و پرونده سازی برای بازیگران زن اشاره‌ای داشته باشم. این بیانیه رو شما میتونید در شبکه اکس انقلاب زنانه، در سایت انقلاب زنانه، در تلگرام و اینستاگرام انقلاب زنانه دریافت کنید. بیانیه مشترک جمعی از فعالین جنبش زنان و انقلاب زن زندگی آزادی در محکومیت ممنوع الکاری و پرونده سازی برای بازیگران زن، تحت این عنوان که آنها تنها نیستند، ما در کنارشان و همه با هم هستیم. در این بیانیه اینگونه آغاز شده که اخیراً معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی جمهوری اسلامی تعدادی از چهره‌های بازیگر زن را به دلیل برداشتن حجاب و همچنین حمایت آنان از زنان مبارز، خانواده‌های دادخواه و مردم معترض در انقلاب زن زندگی آزادی ممنوع الکار کرد. این اقدام با واکنش جسورانه این زنان هنرمند مواجه شد، به طوری که تعدادی از این بازیگران پیشتر و در دل انقلاب زن زندگی آزادی صراحتاً اعلام کرده بودند که دیگر حاضر نیستند در این شرایط ضد انسانی و با اقدامات جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی فعالیت سینمایی خود را ادامه بدهند و بدین گونه صف خود را از حکومت جدا کردند. در اقدام دیگر و درست روز خاکسپاری آرمیتا گراوند، نوجوانی که به دلیل نداشتن حجاب توسط حجاب‌بانان در مترو تهران به کام مرگ فرستاده شد، خبر اعلام جرم علیه 7 بازیگر زن و 1 خبرنگار توسط دادستان تهران داده شد که برخی از آنها نسبت به قتل حکومتی آرمیتا واکنش اعتراضی نشان داده بودند، تا جایی که ترانه علی دوستی با شجاعت نوشت از حجاب خون می‌چکد. دادستان تهران برای این 7 بازیگر زن به نام‌های ترانه علی دوستی، مژگان ایلانلو، هنگامه قاضیانی، تحمینه رضایی میلانی، سحر ولدبیگیان، مریم بوبانی، هانیه توسلی و نیز امید توشه به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و نشر مطالب بدون سند و تبلیغ علیه نظام و طبق آخرین احضاریه‌های کتبی برای برخی به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی پرونده قضایی تشکیل داده است. جمهوری اسلامی حکومتی وحشت زده از انقلاب زن زندگی آزادی و مستأصل از پیشروی انقلاب زنانه جاری که تا مغز استخوان جامعه جریان دارد، با ممنوع الکاری که هیچ معنایی جز سرکوب ندارد، تلاش کرد که مقاومت این زنان جسور که تاوان هنگفتی پرداخت کردند را بشکند.
اما وقتی ناکامان با پرونده سازی قضایی شروع به انتقام گیری از این زنان کرده است که در عرصه هنر به صف مقدم مبارزه علیه حجاب اجباری، علیه ظلم و جنایت و به انقلاب زن، زندگی، آزادی پیوستند و به سوء استفاده رژیم اسلامی از آنان و هنرشان برای انعکاس ارزش‌های ارتجایی و اسلامی نه قاطع و محکم گفتند. این زنان مسئولیت اجتماعی، هنری و انسانی خودشان را به خوبی در مقابل مردمی که چشم به آنها و موقعیتشان داشتند ادا کردند و واقعیت اصلی جامعه که با برداشتن حجاب می رود جمهوری اسلامی را از سر راه خود بردارد منعکس نمودند. ما فعالین و امضا کنندگان این بیانیه در داخل و خارج ضمن حمایت قاطعانه از این بازیگران زن تمام اقدامات و اتهامات وارده و پرونده سازی برای آنها را محکوم کرده و ضمن اعتراض به اقدام سرکوبگرانه رژیم اسلامی اعلام می‌داریم برداشتن حجاب، آزادی پوشش، آزادی بیان و اعتراض حق مسلم این بازیگران و همه مردم بوده و هست. ما اعلام می‌داریم در کنار این هنرمندان هستیم و آنها را شایسته بیشترین حمایت‌ها از طرف کل جامعه می‌دانیم و از همه بخش‌ها می‌خواهیم در کنار این زنان شجاع قرار گیرند. امروز بیش از هر زمانی همبستگی، پشتیبانی و برخورد فعالانه در کنار هر بخشی از جامعه که مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد لازم و حیاتی است. جمهوری اسلامی در برابر اکثر معترض جامعه قرار گرفته که این حکومت و قوانین مذهبی و ضد انسانیش را نمی‌خواهند. هیچ معترضی در برابر جمهوری اسلامی تنها نیست و نباید تنها بماند. امضا کنندگان فرشته دیدنی، کوکب بوداقی پگاه، سارا سیاهپور، حدیث صبوری، نرگس ظریفیان، منیر عربشاهی، فرنگیس مظلوم، خدیجه مهدیپور، پوران نازمی، شیرین شمس، اعظم بهرامی و آزاده دواچی. برنامه انقلاب زنانه رو با پیام یکی از همراهان انقلاب زنانه از تهران در اعتراض به حمایت جمهوری اسلامی از حماس و جنگ افروزی و تبلیغ شهادت در راه اسلام به پایان میرسونیم. وقت خوش، پیروز و همیشه انقلابی باشید. اینجا زده زمین کارزار ما تل‌آویو است نه تهران. خب ما خیلی راضیم، ما مردم ایران، همتون ای بسیجی های مفخور، ای سپاهی های جیره خور که کشور ما رو غارت کردید، ای تمام آخونده کثیف و زالو، همتون گم شید برید فلسطین، اونجا رو در رو با اسرائیل دشمن سالیان سالتون بجنگید. ایشالا همتون هم زود شهید شید، تیکه پاره شید و همه دنیا از شرتون راحت شید. پاشید زود برید اونجا بجنگید.